دبیر کل مرکز عربی ثبت اسناد جرایم جنگی در سوریه اقدامات سنی های تندرو در این کشور را جنایت جنگی خواند. حال الاسعد دبیر کل این مرکز با اشاره به اقدامات سنی های تندرو گفت جامعه بین المللی باید از نیروهای سوری در مبارزه با چنین تروریس هایی حمایت کند نه اینکه به دنبال نجات آنها در سوریه باشد و این محاصره دو شهر فوه و کفریا و محله غربی دیرالزور توسط سنی های تندروی جبهت و و داعش را جنایت جنگی درجه یک دانست و افزود این مناطق به طور روزانه با انواع خمپاره ها گلول باران می شوند ولی مجامع بین المللی در قبال این جنایات سکوت کردند و آنها را نادیده میگیرند. گیرند در ادامه با اشاره به مسموم کردن منبع آب شهر دمشق توسط سنی های تندرو افزود این اقدام آنان که پس از شکست در نبردهای میدانی آب آشامیدنی 6 میلیون نفر را قطع می کنند نیز یکی از مصادیق جنایت جنگی به شمار می آید. دبیر کل این مرکز در پایان سخنان خود ضمن اشاره به کشورهای حامی سنی های و گروه های تروریستی حاضر در سوریه سکوت جامعه بین الملل در قبال اقدامات آنان را جنایت دانست و خواستار محاکمه سران این کشورها به خاطر حمایت و مشارکت در جنایات جنگی شد.